به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی سنف هفتم بسیار خوش آمدیم خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی سنف هفتم ما و شما میخوانیم درست است؟ فصل پنجم هستیم فصل پنجم عنوانش چی است مثلث ها و چنزل ها درس نهم به خیر امروز ما و شما میخوانیم اما هدف درس ما و شما چی است یا اهداف درس ما و شما چی است که امروز ما و شما میخوانیم اول چرا میخوانیم اشکال انتباق پذیر میخوانیم و بعد از اون چرا میخوانیم انتباق پذیری دو مسلس دقت کنید شاگردای عزیز انتباق پذیری دو مسلس سه حالت دارد سه است؟ که حالت اولش امروز ما و شما میخوانیم حالت چی است دو زل و زاویه بین که باز حالت های دوم و ها سوم و بخیر در درس های بعد ما و شما میخوانیم سیست خب قبل که درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را شما قرار بود که به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال کدام مشکل یا کدام پیشنهاد انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید. از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است شاگردان عزیز پس میریم درس ها درس ها شروع میکنیم امروز پس میریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی امروز درس ما و شما چی است؟ اشکال انتباق پذیر معنای چی است انتباق پذیر؟ به عنوان مثال شما خودتون بگین شاگرد عزیز انتباق پذیر معنای چی است؟ انتباق پذیر اگر دقت کنید اگر ما و شما دو تا شکل داشته باشیم بر هم منطبق باشند به اوها میگیم اشکال انتباق پذیر دقیقاً به عنوان مثال مثال در کتاب ما و شما زده گفته که یک قفل چند تا کلی داره سه است دو تا سه تا میتونه داشته باشه معمولاً ها چند کلی داره خب این کلیات آیا فقط چون رنگشان یکی است قفل باز کنن میگیم نه به رنگ ربطی نداره فرق نمیکنه رنگش هر چی باشه مهمو دندانه هاست سیس دندانه های و کلی ها باید دقیقا انطباق پذیر باشه یعنی بر هم منطبق باشه وقتی ما کلیا رو هم میمونیم دقیقا دندانه ها هم دیگه چی کنه؟ پوشش بده یا بپوشاند در این صورت میگیم دو تا کلی ما شما چی است انطباق پذیر است سیس برای این خاطر چی میشه پس میتونه قفل به ما شما باز کنه درست است خب آلی ما شما در چند زلی به این شکل است میگیم دو چند زلیر انتباق پذیر میگیم که اگر این دو ش... ما و شما بیایم چی کنیم با عنوان مثال روی کاغذ بانیم با غیچی را چی برش کنیم کات کنیم و یا رو هم قرار دهیم اگر کاملا همدیگر رو را بپوشانند میگیم این دو شکل ما و شما چی است منطبق بر هم هستند یا انتباق پذیر هستند پس اگر دو شکل ما و شما منطبق بر هم باشند یا انتباق پذیر باشند شاگرد عزیز میگیم چی یا اگر روی هم قرار بدیم کاملا همدیگر را میپوشانند شاگردای عزیز دو تا شکل انتباق پذیر میتونید بگید دقت کنید دو تا دیستای ما و شما درست است دو تا دیست اگر روی هم بانیم چی میشه کاملا همدیگر را میپوشانند پس دو تا دیست ما و شما چی است دو تا شکل انتباق پذیر است دقیقا وقتی روی هم میذاریم کاملا همدیگر میپوشاند درست است پس شاگرد عزیز میگیم اشکال انتباق پذیر چی است میگیم اگر دو شکل دقیقا یا بگیم کاملا همدیگر را بپوشانند یا وقتی روی هم قرار میدیم کاملا همدیگر را بپوشانند بگیم دو شکل چی است انتباق پذیر است درست است خب شاگرده عزیز پس اشکال انتباق پذیر اشکال انتباق پذیر به عنوان مثال ما دو تا چند زلی برد مثال میزنم دو تا مربع فرق نمی مربع میگید مستدل من می مربع مثال زدم. آل شاگرد عزیز دقت کنید من کمی رسامیم خوب نیست ولی خواه شما دقیق بکشن سیفت مربع A, B, C و D E, F, G و H سیفت این دو مربع را ما میگیم دو تا مربع اگر از رایش باشد با من, من مثال عرض لذی دو سنتی متر باشد عرض لذی چی باشد؟ از یم دو سنتی متر باشد خب شاگرده عزیز مربع زاوی های چند درجه است؟ زاوی های مربع آفرین 90 درجه است پس این زاویه که ما شما داریم در دا اینجا چی کلش 90 درجه است کل زاویه چند درجه است 90 یا من به این شکل است چون مربع است دیگه نی؟ پس کل زاویه چی میشه 90 درجه میشه سعید شاگرد عزیز خب هر ول مربع هم دو سانتی متر است آیا این دو شکل انطباق پذیر هستند میگیم بله چرا چون اگر ما و شما بیایم یک تا کاغذ روی از بانیم با قیچی را قیچی کنیم سعید کات کنیم و روی از بانیم کاملا دقیقا هم دیگر چی میکنه پوشش میدن یا میپوشانن پس دو شکل ای و بی ما و شما چی است شکل مربع اول ما و مربع دوم دو ما و شما چی است انطباق پذیرن یا بر هم منطبقن سعید فهمید چرا هم شده نه خب عالی دقت کنید شاگرد عزیز نکته بسیار مهم است اگر دو شکل ما و شما دو زلی ما و شما انتباق پذیر باشد چی رقم نوشته میکنیم؟ به شک نوشته میکنیم دقت کنید میگیم چارزلی A B C D منطبق است یا انتباق پذیر است به میمونیم میمانیم سیست؟ اینی این سمبولش است دقت کنید یک تا مساوی میمانیم بالاش یک تا مد میمانیم سیست؟ علامه مد پس چی میشه؟ این انتباق پذیر خوانده میشه چارزلی A B C D انتباق پذیر است با چارزلی ای E F ج و H سهیست؟ پس برای انتباق پذیر از این سمبول استفاده میکنیم پس این ای دو مربع ما و شما یا دو چارزلی ما و شما چیست؟ منطبق بر هم هستند یا انتباق پذیرن خب شاگرده از این نکته بسیار مهم اگر دو چند زلی ما و شما یا دو شکل ما و شما انتباق پذیر باشد نتیجه شیست؟ چیست؟ چه از دو تا نتیجه میتونیم بگیریم؟ اگر دو شکل ما و شما دو چند زلی ما و شما انطباق پذیر باشد اضلاع با هم چی میشه مساوی میشه و زاویه هم با اون شکل مساوی میشه دقیقا، پس AB با EF مساوی است کردش دو سانتی متر است نه حال چون یا مربع است کل زله ها با هم مساوی است پس زل ها با هم مساوی میشه AB رو با EF میتونیم بگیریم پس زل AB مساوی است با زل EF صحیح است بی BC با FG مساوی میشه بی سی مساویست با اف جی دیگه دی سی با اچ جی سیست دی سی مساویست با اچ جی و در آخرم هم ای دی هم با ای اچ مساوی میشه درست است پس ای دی مساویست با ای اچ صحیح شد شاگردای عزیز پس چی شد پس ذیل های با هم دیگه چی بود مثلا ذیل های دو مربع با هم مساوی است خب آلی شاگردای عزیز اگر مستطیل باشد دقت کنن طول با طول باید بگیره ها نه. عرض با عرض مساوی است طول هم با طول مساوی میشه صحیح خب زاویه ها با هم مساوی میشه زاویه A با ای زاویه B با F زاویه D با H و زاویه سی هم با زاویه G مساوی میشه و هر چهار چند درجه است 90 درجه است پس نتیجه میگن که زاویه A وان ده اینجا می نوشتم می ده اینجا نوشتن هست زاویه ا و زاویه ا مساوی است با زاویه ای زاویه بی مساوی است با زاویه اف و زاویه سی مساوی است با زاویه جی صحیح و آخرش هم بگین زاویه دی مساوی است با زاویه اچ صحیح چقدر داد عزیز پس اگر دو شکل ما و شما انطباق پذیر باشند، بر هم منطبق باشن معنای شست گفتیم که اینا دقیقاً اگر روی هم یار کاملا همدیگر را میپوشانند به این دو شکل میگیم چی انطباق پذیر خب حالا که انطباق پذیر باشه از این سمول استفاده میکنه اینمی سمول چی است انطباق پذیر بودن است خب نتیجه چی است از لا با هم مساوی است زاویه با هم مساوی میشه درست است چقدر عزیز پس اشکال انطباق پذیر را فهمیدیم و سمبولش هم فهمیدیم اما حالا چی است شاگرد عزیز ما و شما مثلث ها را دقیق میخوانیم دو تا مثلث کی انطباق پذیر هستند. گفتیم که ما چی میکنیم وقتی یار ما روی کاغذ رسم کنیم و با قیچی رو کات کنیم و روی هم قرار بدیم کاملا همدیگه را بپوشانند خب حال مثلث رو میخوایم به چی به زبان ریاضی نشان بدیم که کی انطباق پذیر میشن و سه حالت ما شما باید بخوایم که یک حالت امروز میخوانیم دو حالت دیگر در درس های بعد میخوانیم درست است پس ما تختر پاک میکنم و اشکال چی مثلث های انطباق پذیر با همدیگه میخوانیم درست است خب شاگرده عزیز گرامی پس اشکال انتباق پذیر ما و شما خواندیم درست است؟ پس من تیک مارک میکنم پس ای از چه اشکال انتباق پذیر ما و شما اما عنوان دوم ما و شما چی است؟ انتباق پذیری دو مسلس یا مسلس ها درست است و حالت اول گفتم میخوانیم پس میریم سر تخته که با شک بره تشریح کنم که دو مسلس ما و شما پذیر است البته ما و شما گفتم اگر با ما چی کنیم و مسلس روی کاغذ رسم کنیم و با قیچی او را کات کنیم و روی هم قرار بدیم میفهمیم اما ما میخوایم که بدون که با قیچی و کاغذ استفاده کنیم از روی ازلا و زاوی های مسلس بفهمیم که دو تا مسلس ما و شما انتباق پذیر هست یا نه درست است پس میرم سر تخته ما شک بره درست میکنم و بر تشریح میکنم صحیست؟ پس بریم سر تخته خب شاگرده عزیز انتباق پذیری دو مسلس پس من نویشتن میکنم انتباق پذیری دو مسلس انتباق پذیری دو مسلس خب شاگرده عزیز اگر ما و شما دو تا داشته باشیم به عنوان مثال مد و مثلث رسم میکنم در اینجا به این شکل مثلث A B C و مثلث مسلسط... حالا چقدر اگر گفتم من کمی رسامیم کمی کلانتر بکشم که انتباق پذیر باشد سعیست ABC B, C, A زبر B زبر و C زبر ای بی سی زبر, B زبر, C زبر دو مثلث ما و شما داریم خب دو مثلث ما و شما شاگرده عزیز اگر یا انتباق پذیر باشند یعنی من چی کنم؟ ای را یک تا کاغذ رویش بانم با قیچی کات کنم و روی از قرار بدم کاملا این را بپوشانم میگم انتباق پذیر است اما از روی ازلا، از روی زیله ها و زاویه ها میخوایم بفهمیم که انتباق پذیر هست یا یعنی؟ نه؟ درست است؟ اگر دو مثلث ما و شما انطباق پذیر باشد باید چی باشد ما و شما باید 6 تا تصاویر نشان بدیم صحیح سه تا زل ها با هم مساوی است سه تا زاویه ها باید با هم مساوی باشد صحیح یعنی ای بی ما و شما باید با چی مساوی باشد با ای زبر بی زبر پس نوشته میکنم. اگر ای ما و شما مساوی با ای زبر بی زبر باشد دیگه چی ای با ای زبر سی زبر باید مساوی باشد پس AC سی ما و شما باید A زبر سی زبر و دیگه سومی شما بگن آفرین بی سی باید با چی مساوی باشد با بی زبر سی زبر پس بی سی ما و شما مساوی با بی زبر سی زبر سیست پس این سه باید با هم مساوی باشد خب زاویه چی کدام زاویه زاویه ای باید با چی مساوی باشد با زاویه زبر آفرین پس ای را ما با سی زبر مقایسه نمیکنیم ها صحیح است پس A دقیقا با زاویه ازبر باید م... چی شوه مقایسه بشه به خاطر میگم زاویه مربوط تر باید مقایسه کنیم یعنی ای را با ازبر سی را با سی زبر بی را با بی زبر مقایسه میکنیم پس اگر تو بیای ای را با سی زبر مقایسه کنی مساوی نیست دیگه میخو میفهمید دیگه درست است پس مربوطه با ای چی است ازبر است پس میگم زاویه A باید مساوی با زاویه ازبر باشد زاویه B مساوی با زاویه B زبر باشد صحیح و زاویه 3م مساوی با زاویه سیزبر زبر باشد پس اگر ما و شما این شش تا مساوی را نشان بدیم میگیم دو تا مثلث با هم چی است انطباق پذیر است صحیح چون شش تا اجزا دارد سه تا زل دارد و سه تا زاویه دارد درست است خب شاگردای عزیز در حالت عادی ما شما باید این شش تا اطلاعات یا شش تا تساوی را نشان بدیم اما برای مثلث ها نیاز نیست ما هر شش تاش نشان بدیم ما فقط اگر فقط سه تا از یاره بگیم که با هم دیگه مساوی است او سه تای دیگه خود به خود چی میشه مساوی میشه پس نیاز نیست ما یار نشان بدیم پس دقت کن انتباق پذیری مثلث حالت اول ما حالت الف ما شما چی است دو زل و زاویه بین یعنی ما اگر به جای بخوام بیای بیا ما شش تا رو مفاهیم نشون بدم ما فقط دو تا زل نشون بدم میگم دو تا زلش مفاهیم و یک تا زاویه بین از این دو زل اگر ایر مد تا نشون بدم او سه تا مساوی دیگه خودش چی میشه خود به خود برقرار میشه و چی میگیم دو مثلث ما و شما چی میشه انطباق پذیر میشه صحیح پس حالت اول ما و شما چی است حالت ما شما میشه دو زل و زاویه بین به عنوان مثال شاگرد عزیز پس این یعنی حالت عمل ما و است دو زل و زاویه بین دب مثلث ما و شما اگر بیایم فقط زل ای بی را بگیم زل ای بی با ای زبر بی زبر مساوی است صحیح زل ای سی با ای زبر سی زبر مساوی است نشان بدیم و زاویه بینش هم زاویه دقیقا زاویه بین از هر دو زل باید نشان بده. چون چی هست؟ دو زل و زاویه بین زاویه ای با زاویه ای زبر اگر ما شما فقط همین سه اطلاعات نشان بدیم با مساوی سه او سه دیگه خود به خود چی میشه برقرار میشه و نتیجه میگیریم که چی است مثلث های ما و شما انطباق پذیر است پس گفتیم کدام زل زل ای بی با ای از زبر بی زبر صحیح است ای سی با ای از زبر سی زبر و این دو دو زاویه است این دو زاویه فرق نمیکنه شاگرد عزیزا با عنوان مثال ما اگه ای, ای بی را با ای زبر بی زبر نشان بدیم بعد بی سی را با بی زبر سی زبر بعد زاوی بین از بی را باید نشان بدیم با هم مساوی است پس از این شش مساوی که ما و شما داریم فقط سه تاش نشان بدیم میگیم سه دیگه خود به خود چی میشه برقرار میشه خب حالت اول چی است کدام سه حالت ا... حالت سه حالت... حالت داریم حالت اول دو زل و زاویه بین اگر پس نکته اساسی شاگرد عزیز دقت کنید اگر دو مثلث ما و شما داشته باشیم ما و شما بتانیم نشان بدیم دو تا زل از مثلث اول با دو تا زل از مثلث دوم مساوی است است زاویه بین یا با زاویه بین یا مساوی باشد نتیجه میگیریم دو تا مثلث ما و شما چی است انطباق پذیر است به حالت چی میشه با حالت دو تا زل و زاویه بین است. خب شاگرد عزیز ما تختر پاک میکنم یک تا مثال برات کار میکنم است. یا با نمی... در اینجا نوشتم میکنم در جا نوشتم میکنم سایس به عنوان مثال دقت کنید یعنی زل ای بی ما شما رو به ما شما داده 3 سانتی خود سوال به ما شما داده اسیر و اسیر ما شما داده با عنوان مثال 5 سانتی متر صحیح پس این 3 5 و با اون ای زبر بی زبر به ما شما داده 3 سانتی متر صحیح و دایبر ما شما این 5 نکن بگیم چهار سانتی متر سانتی متر به ما شما و دیگه ایر زبر سی زبر به ما, ما و شما داده 4 سانتی متر خود سوال و زاویه ایر به ما و شما داده 80 درجه بانان مثال و ایر زبر به ما, ما و شما داده 80 درجه خود سوال به ما, ما و شما داده می سه سا... می اطلاعات حال گفته شما ثبوت کرد تو مثلث چی است منطبق یا انطباق پذیرن پس چی نوشتن میکنیم پس ما و شما به شک نوشتن میکنیم دقت کنید شاگرد عزیز نوشتن میکنیم ای بی مساوی است با ای زبر بی زبر پس من نوشتن میکنم ای بی مساوی است با ای زبر بی زبر سعیست دلیلش چی است؟ چون چند اردوش 3 سانتی متر است خود سوال با ما و شما گفته پس دلیلش به این شکل نوشته کنیم 3 سانتی متر صحیح است ای سی هم با ای زبر سی زبر مساوی است چرا چون خود سوال گفته چند سانتی متر است 4 سانتی متر آفرین پس ای سی مساوی است با ای زبر سی زبر دلیلش 4 سانتی متر صحیح است و دیگه چه زاویه ای و زاویه ای زبر اردوش چند درجه است 80 درجه خود سوال گفته پس زاویه A مساوی است با زاویه ای زبر. چرا چون ارزش 80 درجه است خب آلی از یه ارسه همین ارسه که ما شما نشان دادیم چقدر نتیجه میگیریم چون جای ده اینجا ما دهی ای بر نوشتن میکنم شاگرد عزیز است. در حالی که ما پیش با نوشته کنم چون جای نداره ما دهی بر نوشتن میکنیم. پس دهی بر نتیجه میگیریم سیس نتیجه میگیریم که دو مثلث A، B، C. دقت کنید علامه مثلث بالاش یک تا مثلث خرد نوشته میکنم این میشه مثلث مثلث ای منطبق بر همان یا انطباق پذیرت از این سمبول استفاده میکنیم با مثلث ای زبر بی زبر سی زبر علائم مثلثم بالاش میمانیم صحیح است خب شاگرده عزیز یک نکته بسیار مهم وقتی شما ثبوت کردین که دو مثلث با هم چی است انطباق پذیر است باید حالتش هم نوشته کنید به کدام حالت ما و شما فعلا یک حالت خواندیم دو تا زل و زاویه بین صحیح پس چی میگیم با حالت دو زل و زاویه بین به شکل نوشته دقت کنید داخل قوس میمانیم زاد ز د وسط زاد دیگه باز چی داخل پس میشه زل زل و ای ز وسط چی میشه زاویه سایس پس میشه دو زل و زاویه بین پس به ما شما ثبوت کردیم که این دو مثلث با هم چی است پذیر است سعی شد خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم یک تا مثال دیگه کار میکنیم درس امروز ما شما خلاص میشه درست است پس تختر ما پاک میکنم خب شاگرده عزیز مثال بعدی پس مثال دقت کنید با ما و شما یک شکل داده سوال به عنوان مثال یک مثلث متساوی ساقین با ما و شما داده دقت کنید متساوی ساقین خب میفهمیم چی هست دیگه نه مثلث که دو ساق از او با هم چی باشد مساوی باشد ا بی و سی اینی گفته اس بی با اس چی است خود سوال گفته مساوی است یعنی مثلث ای بی سی ما و شما متساوی ساقین است این گفته صحیح خب گفته که نیمساز درست است یا نصف و زاویه ای را رسم میکنیم نیمساز خود میفهمید چی است دیگه نه نیمساز ما و شما چی است نیمساز دقیقا زاویه را به دو نیم مساوی چی است تقسیم میکند این من نامش چی میگیرم زاویه ای یک میگیرم زاویه ای دو میگیرم صحیح و این چی میگیریم به عنوان دی میگیریم نامش را پس ا دی نیم ساز زاویه است یعنی چی؟ یعنی A 1 و ا2 با هم مساوی است خود سوال با ما و شما گفته پس فقط اطلاعات که با ما و شما داده دقت کنید مثلث ای بی سی ساقین است یعنی ای بی با ای سی مساوی است خود سوال گفته و دیگه گفته ا دی نیم ساز است نیم ساز معناش چی است یعنی زاویه ا1 با زاویه ا2 مساوی است حالا با ما و شما گفته کن که مثلث ای بی دقت کن مثلث سمت چپ ای بی دی با مثلث ای دی سی پذیر هستند من این میکنم سعی پس ثبوت. ثبوتش به این شکل است دقت کنید شکر عزیز. من نوشته میکنم میگم که AB با AC سی مساوی است چرا چون مثلث چی است متساوی و ساقین است آفرین پس AB ما و شما با AC چی است مساوی است دلیل چی است نوشته میکنیم چون مثلث ABC ABC متساوی و ساقین است متساوی ساقین خود سوال گفته به ما و شما درست است خب دیگه چی شاگرد از دقت کنید ذل ایدی ای اگر دقت کنید ایدی هم دای ای مثلث است هم دو مثلثی که ایدی ای این ذل این خط کشیده صحیح است ایدی ای ما و شما هم دای دا مثلث است هم دو مثلث بس در دو مشترک است صحیح پس نوشته می کنیم ذل ایدی ما و شما مساوی است با ایدی که چی هست نوشته می کنیم مشترک در هر دو مثلث مشترک است صحیح است خب دیگه چی زاوی A1 و زاویه A2 مساوی چرا چون AD نصف زاویه است یا نیمساز است خودش اول به شما گفته. زاوی با زاویه A1 مفاریس با زاویه A2 دلیل شف نشون میکنیم چون AD نیمساز است صحیح است نیمساز نیمساز باشد A1 و A2 مساوی میشه آلی از این حرف شما نتیجه میگیریم که دو مثلث ABD پس نوشته میکنم مثلث A B منطبق است یا انطباق پذیر است با مثلث ADC D چون جای ده پیشینه پایین میکنم A D C, C. سعیست؟ پس به نوشته کردیم مثلث A ABD منطبق است یا انطباق پذیر است با A D حالا با کدام حالت دقت کنید امی حالت که ما شما خواندیم چی گفتیم شاگرد عزیز AB بی با A C یک تا زیل گفتیم ایدی با ایدی مشترک است دو تا زل گفتیم یک دو, دو زل از این مثال سمت چپ دو تا زل از مثال سمت راست و زاویه بین از هر گفتیم پس میشه همه حالتی که ما و شما خواندیم پس میشه با حالت دو تا زل و زاویه بین دو تا مثال چی شد با همدیگه منطبق پذیر شد و منطبق شد درست است پس سوال شاگرد عزیز سوالا رو بهش ما شما باید کار کنیم پس حالت اول خواندیم دو زل و زاویه بین بخیر ما و شما در درس های حالت دوم و سومم میخوانیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس درس امروز ما او شما معنی بود که واف چی شد فامیدیم کاملا دقیق فهمیدیم چی است درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس انطباق پذیری دو مثلث حالت اول ما و او شما خواندیم پس من اینم تیک مارک میکنم صحیح است اما موضوع چی کارخانگی تمرین های صفحه 138 و 140 کتاب باید حل کنید با ما روان کنید از طریق چی؟ از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست از شاگرد عزیز؟ شاگرد عزیز و گرامی پایان درس نهم از فصل چندم و از فصل پنجم. خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان می سپارم